رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی بسید رنگ آسمون زمینه اون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید سلام به همه دوستان عزیز با قسمت دیگه از برنامه همراه با شما مهمون خونه های شما هستیم موضوع امشب برنامه ما خیلی جالب هستش موضوع نچندان دوست داشتنی قرقر نمیدونم چقدر با این مسئله برخورد داشتیم خب مهمون عزیز ما خواهر عزیز هستن خواهرمون خواهر لوئیز مخوف که با ایشون آشنا هستین شما میتونید از طریق SMS، از طریق تکست از طریق فیسبوک و یا از طریق تماس مستقیم تلفنی با ما در ارتباط باشید پس همراه ما باشید خب دوستان عزیز نمیدونم همهتون مطمئنا با مسئله قرقر در زندگیاتون برخورد داشتین نمیدونم چقدر این مسئله در زندگی شما مخرب بوده چقدر در زندگی شما گاهی باعث سردرد دو طرف شده و چقدر با این مسئله شما تونستید کنار بیاین و برخورد کنید. امشب ما در این مورد میخوایم صحبت بکنیم که اصلا قرقر چی هستش و چه کارهایی رو میتونه در زندگی ما انجام بده همونطور که گفتم مهمان آشنایی داریم خواهرمون لویز مخوف که امشب با همدیگه در خدمتتون هستیم خواهر لویز سلام سلام به شما همینطور سلام شب بخیر به همه عزیزان بیننده ممنونیم که تصمیم گرفتید امشب با ما باشید امیدواریم موضوعی رو که انتخاب کردیم ایشون گفتن مسئله غرغر باعث تغییر فکری تو زندگی روزانتون بشه خب خیلی موضوع خیلی جالبیه من خودم وقتی که اولین بار دیدم که این هفته باید در مورد غرغر صحبت کنیم جالب بود برام میخوام با این سوال شروع کنم خالویز. میتونیم یه تعریفی یه چیز مشخصی در مورد غرغر ارائه بدیم میتونیم مثلا غرغر رو تعریف کنیم مثلا چی هستش بله اگه بخوایم تو دیکشنری از طریق فرهنگ لغات به اصطلاح تعریف بکنیم یعنی ابراز درد ابراز نارضایتی ابراز دلخوری ابراز رنجیدگی ده. ولی تو همین فرهنگ لغات برمیگردن می نویسن که این اکثرا یه عادته عادتیه ده. که برای جلب همدردی به اصطلاح توسعه توسع پیدا میکنه در شخص اعتراض کردن در مورد شرایط در مورد یه روش غلطی مم. که حتی با تون صدای خاصی باشه گاهی وقتا دیدید بعضی یه جوری زیرلبی غرغر زیر لبی گرگر میکنن یا میگن اینطوری <تصفح> یه همچین حالتی حتی این رو هم به عنوان ابراز درست. تعریف کردن که در مورد شرایط یا روشی غلط و توش اصرار و پافشاری هست بله. تکرار تکرار بله یه از دید کلام خدا البته ترجمه یونانی اون کلمه ای که برای غرغر استفاده شده یه جمله کوتاهیه میگه که کسی که از وضعیت خودش تو زندگی ناراضی باشه دوست. یعنی دوست. یه چیز کاملا کلی حالا تو یه چیز میگه ابراز درد ابراز نارضایتی دلخوری رنجیدگی اینها که یه عادتیه و از درد حتی میبینی که یکی وجودش تو درده آه، غور میزنه آی اینجام درد میکنه دیگه اون شنونده یا کسی میشه. که تو خونه است واقعا به قول شما کلافه میشه خب این یه چیز کلی کلام خدا میگه که این ابراز... کسی که از وضعیت خودش تو زندگی ناراضیه غور غور اولا یه عمل پرخرجیه نمیدونم دقت جاملنه. کردی تو این قسمت یا نه هزینه زیادی رو تو مشاغل این روی سخنم بیشتر به طرف کارفرما و رؤسا هستش اونا میدونم من میخوام چی بگم خیلی پرخرجه مخصوصا در مغرب زمین اگه دقت کنید این فرهنگ سو کردن بله. خب یکی یکی رو سو میکنه یه جا مثلا پاش سر میخوره توی فروشگاهی میفته اطرافی ها میگن تکون نخور تکون نخور تکون نخور چیزه بزا عکس بگیرم ازت یا بزا مثلا همینجوری واسطا تا یه معمولی بیاد تو رو ببینی یا فلان کسی که چی یک موردی پیدا کنن برای اینکه بتونن بیدن. شکایت کنن و پول بگیرن و آمار نشون داده در چیز در قسمت کاری بسته در بین شاغلین یا آماری گرفتن دیدن که به شکل تو هفته 6 ساعت کاری کلا در هفته صرف غرغر کردن یا گوش دادن به غرغر صرف میشه از طرف کارمندا به هم دیگه به یا هم به هم دیگه شو. بله معمولا رؤسا کمتر غر مگر اینکه رؤسا غر بزنن که کار بزنن. کم باید. کاری هست که فکر میکنم بیشترش هم نتیجه غرغر برای اینکه 6 ساعت در هفته اینو باید. وقت دیده یه جورایی از زیر کار در <تص> میرن <تص> <تص> ولی اگه بخوایم به شکل کلی حساب بکنیم به شکل نسبی کم و بیش یک ماه در سال رو میگن این به خودش اختصاص میده مسئله قرقر حالا یا گفتم قرقر کردن یا قرقر شنیدن یازده درصد افراد شاغل آمار در مغرب زمین این رو آمار گرفتن بیشتر در آمریکا یازده درصد از این افرادی شاغل به خاطر مسئله قرقر سر کار حالا یا خودشون ناراضیان یا نارضایتی از طرف اطرافیان بوده رو تصمیمشون از سر گذاشته اینا تغییر شغل دادن آه. بنابراین میبینیم که هزینه زیادی, زیادی رو رو دست به اصطلاح کارفرماها میذاره همین مسئله باز سو کردن درست. سر هر چیزی حالا یا درست یا غلط عدید خدا غرغر میگه که در طول کتاب مقدس اگه نگاه کنیم میبینیم چیزی که خدا خیلی انگوش گذاشته کم پیش بیاد خدا در کلام بیاد به یه چیزی رو بگه متنفرم باید. از این چیز و در مورد غرغر اصلا قشنگ رسما نارضایتی و تنفرش نشون میده از این قضیه مسلما ما خب در کلام خدا نه تا سمره روح داریم بله. اگه دقت کنی یه جو غرغر جز ثمرات روز اصلاً. نیست نیست تازه ضد اونه بله. حالا خب ما چی رو داریم این تا محبت خوشی سلامتی سول همه اینها بله. اینا جزشه دیگه میبینیم که غرغر تازه زیان بخشه برای این جنبه های شخصیتی این جنبه های میوه های روح به اصطلاح زیان بخش آرامش ماست آرامش رو به هم میزنه سلامتی جسمی و روحانی ما رو به هم میزنه شادی رو میگیره بله. شادی رو میگیره و رو صبر اینها این, این پنج تا چهار تا در واقع میوه های رو میبینیم زده ضد ایناست خب ا... و چقدر خدا قوم رو قوم بنی اسرائیل رو چهل سال به خاطر قرقر سرگردان کرد دقیقا کرده. انگوش گذاشتید روی مطلب درستی اتفاقا خیلی مخرب و مزر همین این مسئله قرقو باعث شده چهل سال بله. دور یک کوبه چرخه و چونم که این دور یکو میچرخیدن نسل از بین میرفت نسل دیگه میومد خود به خود متوجه نمیشدن دور یکو دارن میچرخن چهل سال تمام به خاطر مسئله قرقو ببینید به عنوان حتی یک کسی که ادعا میکنه که خدا دوسته خدا پرسته مسیحیه چقدر زشته چقدر بده که به عنوان یه یه شخص مذهبی غرغرو دارست. معروف بشیم چه کسی شیفته و جذبه یه شخص مذهبی غرغرو میشه. غرغرو میشه که مرتبم گله و شکایت دارست. میکنه مسلما نیستم چین یه چیزی یه چیزی که در مورد قرغر خیلی من ناراحت میشم اینه که انگار از روی یه ضعفی میاد انگار طرف نمیتونه بلند با صدای منطقی و رسای شکایتش رو بگه انگاری که هی قرقر میکنه انگار مثلا هم یه ترسی توشه بله. که نمیتونه اینو اذعان بکنه بله. همینکه یه حالتیه که دیگه واقعا به قول شما اینقدر تکرار میشه دیگه اصلا بی‌ثمر میشه خیلی وقتا حتی ترس رویارویی هست درسته. شما گفتید ترس از اینکه اذعان بشه میبینیم که به جای اینکه من بیام به خود شما دست شما ناراحت رو, رو در رو بیام به خودتون بگم تمامی خبر دارن الا این یک چیزیه که ترس از روی روی میتونه این یکی یک از ضعف ها باشه البته بگم در طور تاریخ نگاه کنیم ما اولین غرغروی دنیا آدم رو داریم و اولین آدم روی زمین قرقر کرد زمانی دبسته. که او دبسته. هوا نایتاعتی کردن خدا خب خد خدا آدم رو معاخذه کرد دبسته. در این مورد چیکار کرد؟ اکسالعمل آدم دبسته. چی؟ نه تنها انداخت تازه غرزت به خدا این کی بود برای دقیقا او <applause> نسبت به خلقت خدا ایراد گرفت بله. و غرزت و میبینیم درست مثل خودش پسرش قائن باز البته برگر... قائن نسبت به خودش بعد اینکه قط رو انجام داد ناراحت بود و خدا معاخذش کرد در این مورد برگش گفت حالا هر کس منو ببینه منو علامت خون رو در من میبینه و من خواهد کشت یعنی انگشت خواهم بود به عنوان یک مرد خونی و این نسبت به خودش به خدا قرض زد در جبراً. این مورد پس اولین قرقره تاریخ مردا بودن دقیقاً و <صحيح> <تصحيح> 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 چون پس خانم‌ها انقدر بعد در باور <برای> کنی تو کلام خدا نگاه کنی یه زن نمی‌بینی قرض زده باشه آره ولی کتاب امثال میگه که برای مرد به اینکه از درس یه زن قرقرو چیز باشه بهتر که به در پشته پشت قایم شه بله. پس معلومه زنها هم قرقرو بودن تازه همون امثال چی میگه امثال 19 13 فکر کنم یا 13 یکی از این دو برمیگرده میگه زن قرقرو در یکی از ترجمه ها میگه که زن قرقرو مثل شیر آبیه بله که مرتب بله چکه, چکه بله میکنه بله, 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 این اشاره شده بهش ولی نمونه از اینکه زنی داشته بله باشیم و زده باشه ما بیشتر مردا رو داریم حتی موسا بله موسا از شدت نااطاعتی سرکشی قوم واقعا غور زد و البته حق میدم بهش اگه اون قوم شما گفتید به خاطر غرغر چهل بله سال وارد سرزمین نشدن چه سال دور یک گشتن من فکر میکنم اگه ما هم با یه همچین گروهی روبرو بودیم به شکل طبیعی ما هم قرقرو میشدیم میشدیم تازه قرقروهای هرفهی ما خیلی یه قرقروهای آماتور داریم یه قرقروهای <applause> <applause> هرفهی, هرفهی داریم بله داوود، ایوب، حبقوق اصلا معروف به نبی شاکی درسته. اصلا لقبی که به حبقوق میدن شما کتاب حبقوق رو بخونی در همون پنج پنج بابش نگاه بکنید میبینید داره. که م... م... چیز اصلا دو س... دو باب اول رو کامل با سه تا شکایت بله. اصلی دقیقا. نسبت به قوم شروع می‌کنه اصلا یک پنجام هم به مزامیر قرقر داوود بله بله که داوود خودش بله به خدا بله. خیلی چیز کرد. هم از خودش هم نسبت به دشمنان بله. به اطرافیان کلام خدا ما تو فیلیپیان و تو رسالات رساله اول پتروس همین دور در خیلی از رسالات خود پولس میبینیم که این کلمه رو که هر کاری میکنی بدون همهمه بکنی این بلد. کلمه همهمه در واقع هم در اصلش هم اون مسئله قرقره میگه قرقر نکنید مرتب به هر عنوانی تشویق میکنه قرقر نکنید ببینید شکایت به خدا غلط نیست اگر آدم شکایت میکرد به خدا اشکالی نداشت درست. قابل پذیرش بود ولی شکایت درباره خدا غلطه شکایت به خدا در مقابل با شکایت درباره خدا بین این دو تا یعنی به شخص صالحی آدم از خدا بگه منظور من در مورد وضعیت خودم اطرافیان به وضعیت اجتماعی راجع به هر چیزی این گله و شکایت رو ببریم به حضور خدا بس. خدا این به شکل دعاست خدا این گله و شکایت رو اهمیت میده بله. در خیلی از موارد هم میبینیم دعا جو رو جواب داده اما اگر راجب به خدا غور میزنیم نه هم. کاری که آدم کرد درباره خدا غور زد گفت این چی بود تو ساختی خلقت خدا رو زیر سوال برد این بود که خدا دیدیم که به چه شکلی با این مسئله هم. برخورد کرد و مجازاتی رو گذاشت که هنوزم که هنوز من و شما هموند داریم به اصطلاح نتیجهش رو میبینیم و نه تنها به آدم بلکه حالا خب ما قوم اسرائیل رو به عنوان نمونه داریم ولی فکر کنم همه ما به نوعی حالا یا خودمون گر نزده باشیم افرادی رو میشناسیم که به این مسئله به اصطلاح معروف هستن گر زدن یه چیز رایج و شایعی هستش زیاده نسبتاً یکی از اونش مج... اگه اسمشو گناه بذاریم مال بگیم بیشتر عادت بیایم به عنوان عادت این رو نگاه کنیم خیلی شایع هستش و اینو میبینیم ما در دلست. کلام خدا ما در مورد این که چرا بعضیا قرقر میکنن میتونیم بیشتر بگیم اصلا دلیل قرقر چیه بله. چرا بعضیا میخوان قرقر کنن بله البته دلیل قرقر خودش چهار تا دلیل داره دلست. خب دلیل موجه داره که هر از گاهی مثلا میبینی راجب خودمونه راجب زندگیمونه به موجه استش. می دونی می گیم آره می هم خودمونو خواهیم 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 موجه هستش میدونی میگی آره میخوایم خالی کنیم من مثلا برده. یه جوری برمیگم آخی گفتم <تصفح> یه خود خالی شدم دوست. این چیزه احساس نمی مثلا وقتی که بذارید اینطوری بگم شما مثلا راجب چیزی غور میزنید که طرف مقابل باهاش آشنایی داره و دوست. با شما همدردی میکنه وقتی فکر میکنید شما تنها نیستید یه خود دردتون کم میشه همین این احساس که آره یکی هم من پیدا شد مثلا دو تا مادر که بچه کوچیک دارن بچه خوب بالاخره شب تا صبح بیدار میشه مادر بیخوابی داره برنامه زندگیش از اون حالت روال عادی خارج شده خسته میشه دو تا که به هم میرسن میبینی رقابته توشون بچه من امشب این چیز و او اینجا اینطوری شد خب اینا با هم که میگن یه خورده آروم بعد تجربیات هم میگه این میگه خب بچه بیدار شد من این کلک رو زدم یا این روش رو استفاده کردم یا این غذا رو از هم یاد می... این خوبه این موجهه دوست. و برای خالی شدنه تا حد متعادل به شرطی که خیلی تکراری نشه این خیلی خوبه بقید. یا مثلا میبینی تو ترافیک گیر میکنیم خب همیشه که تو ترافیک گیر نمیکنیم بعضی وقتا گیر میکنیم حالا نمیدونم بعضی تو لندن بیشتر, بیشتر, گیر میکنم تایران من کمتر بله بله مرتب خب این قوم میزن این موجهه به محض اینکه اون منبع قرقر یا اون مورد قرقر چیزی رو که در بارش غرغر میکنیم این از بین میره قرقرش هم از بین درست. میره یا اگه درده یه جایی که درد میکنه حال سردرد مخصوصا دردای تو سر خب بیشتر کلافه میکنه برای اینکه نزدیک مغزه اون قسمت عصب حساس مخصوصا دندون دیگه گوش و همه جا درد میگه خب اینجا دردا وقتی که از بین رفت معالجه شد قرقرم از بین میره موجهش اشکال نداره ولی گاهی وقتا میبینی یه نوع دیگه هست برای مهم جلوه دادن شخصیه آه. شخص این رو عنوان میکنه به نوعی غیر مستقیم یا مستقیم میخواد بگه من مهمم مثلا تو سر کار به همکارا غور بزنه بگه که او نمیدونم تا من نیمده بودم خب کی این کارا رو میکرد برای شما آه. یا مثلا میام میگن که حجم کارم زیاده خسته شدم اگه من این کار رو نکنم میشینه نمیکنه یه جورایی هی به رخ میکشن که حجم کار زیاده فقط خودشون وجدان میکنم. کاری دارن و انگار بقیه ها ندارن یه جورایی میخوان خودشون رو به اصطلاح بله این در واقع اینطوری خودشون فقط احساس خوبی نسبت به خودشون پیدا میکنن اطرافیان ندارن نه. این رو افراد مسنم گاهی اوقات میگم قرقم میگم به همین جلب توجهه. هم جلب هم توجه و بدونیم که ترحوم هم هست خیلی از دردها تو زمان کهولت پیش میاد اکثرا استخونا خیلی افراد که درد استخون و ازوله اینا دارن یا استخون شکل خود طبیعی خودش رو از بله. دست میده قوز میده خب اینا فشارهایی حتی گاهی اوقات هم یه مقدار دوست دارن و... که بله بله, بله. برای بل اینکه میخوان این احساس که الان من متعلق به این نسل نیستم من یه جورای این وسط هستم احساس مفید نبودن بله باعث میشه که بخوان غور بزنن یه م... م... نکته سوم رو که میخوام اشاره کنم آدشه آه بله عادت. خیلی از این افراد موسن در جوونی عادت کردن غور بزنن آها. حالا بیکارن وقت دارن بیشتر غور میزنن این،, این, هستش آها. یه عادت بدیه که یاد گرفتن این نوع سومه چیزی که عادتیه که این عادت در واقع مشکل ترین شاید باشه برای اینکه وقتی عادت میشه ترک این عادت ما تو فارسی ضرب و مسئله جالبی داریم ترک عادت موجب مرزه سختره برای اینکه خیلی از موارد اون شخصی که این عادت درش رشد کرده خودش شخصا آگاه نیست که تبدیل شده به یه حرفه ای من اسم این افرادو میذارم قرقروی ای اینا کسایی هن که اصلا رسما قرقروان اینو شما ببینیش مثلا این تیپ افراد وقتی وارد خونتون بشن دوست ندارید زیاد در نه. دور و شون باشی چیز منفی بار منفی شه که... دقیقاً درست بیدی. میگید خیلی منفی و اینا رو از رو حتی حرکت بدنی بلد. دیگه متوجه میشی آی گیرت انداخته الان میخواد قور بزنه اینها تن صداشون مشخصه حرکت بدنشون مشخصه وقتی وارد خونتون میشن از اون اول شروع میکنم وای نمیدونی چه ترافیکی بود گیر کردم حالا اگه اون نباشه وای هوا امروز چقدر گرمه آه، هوا چقدر شفرد. سرده بالاخره جملهش با یک چیز, یه چیز, چیز بای شروع میشه. آره با یه شکایت شروع میشه اون وقت حالا هیچی رو پیدا نکنه یا میبینی اینطوری میکنه این چه بویی خونتون خونتون میاد یعنی <تصفح> <يعني> بالاخره یه, <تصفح> الدا... یه چیزی پیدا هیچی نباشه خودش پیدا میکنه بله. خب این تیپ افراد من میخوام اینا رو به سه گروه تقسیم کنم که این دلایل رو ببینید ما خیلی این مثال رو شنیدیم میگیم یکی نصفه خالی لیوان رو میبینه یکی قسمت پر, لیوانو لیوان رو میبینه میگن افراد خوشبین قسمت پر لیوان رو میبینه افراد بدبین قسمت خالی رو حالا غرغروهای حرفه ای آبو میبینن اون تو ولی مثلا میگه او لیوانش یه خود لبش پریده آه. یا برمیگردن میگن ای وای اثر انگوش رو این لیوانه این این کسیفه. یه... یا آبش تار بود آبش آخ. یه مزه‌ای میداد یا فکر کنم آب شیر بود آب مدنی نبود یا آب مثلا میدونی یه ایرادی پیدا میکنن این تیپ افراد طبیعی به شکل طبیعی ببینید گاهی وقتا خب طبیعی ما یه چیزایی رو قرب بزنیم ولی این افراد چون این عادت رو توسعه دادن این شده طبیعی براشون یعنی جزء جدایی ناپذیر شده به اصطلاح حرفه شدن در این مورد البته همیشه غور زدن به دلیل نارضایتی دست. و به اصطلاح بدبینی اینا نیستا گاهی وقتا میبینیم که یک خب منهای اون افرادی که غرغرو هستن و یا بدبین هستن من های اینها بعضی افراد خب بخواید نخواید در شرایطی قرار میگیرن که اتفاقات بد زیاد برشون پیش میاد مثلا در طول یه سال خانواده رو میشناسم چهار تا عضو خانواده را دست داده خب دلش اصلا دلش زخمیه خب این یه نال... این ناله است بله این است یا گاهی وقتا میبینید که حوادث بد به یه طرق مختلف در طول زندگی در مخته های مختلف براشون پیش میاد یا الان الان در حال حاضر چیزی که دو تا چیز مهم در دنیا خبر زیادی شده یکی مسئله ای بالا هستش بله. که م... به اصطلاح خانواده ها درگیرند خود به خود یک مصیبتیه بله. از اون سر چیزی به اسم داعش, داعش ما داریم داعش. مسائل سیاسیه که آب خوردن و آدم کشتن براشون فرقی نداره داعش. خب افرادی که مورد ظلم اینجوری قرار میگیرن یا کسایی که با افرادی زندگی میکنن که قرقروان خب به نوعی اینا افرادی هن که یه چالش روزانه دارن بله. یه جنگ روزانه دارن بعضی از افراد خب به خاطر عللی که برشون واقع شده غور میزنن خب. که بعد خب این راه چاره داره دلست. وقتی اینها رو با محبت خدا آشنا می کنیم وقتی اینها رو با مصیبت هایی که خود مسیح به خاطر ما عبور کرده ازش آشنا میکنیم یه خورده تعدیل میشه, میشه. مخصوصا اگر خدا رو به عنوان پدر ببینن دلست. خب تا همینجا ما یه استراحت کوچیک میخوایم بکنیم نظر شما در مورد قرقر چیه حتما با این مسئله برخورد کردیم و داشتیم اگه دوست دارین بعد از استراحت میتونیم از طریق تماس تلفنی خاطراتتون یا نظرتون در مورد قرقر رو با ما در میون بذارید پس با ما باشید خب دوستان عزیزی که از الان به ما ملحق شدن ما داریم در مورد مسئله بحث برانگیز قرقر صحبت میکنیم مسئله خیلی مهمیه هم برای آقایون هم برای خانوما میتونید از این لحظه از طریق تماس تلفنی یا از طریق تکس مسیج اسمس و یا از طریق فیسبوک پیاما و نظراتتون یا حتی خاطراتتون رو در این مورد من فکر کنم خاطرات خیلی زیادی هم, هم آقایون هم خانوما دارن میتونید با ما تماس بگیرید و اینها رو با ما در میون بذارید خب خلویز عزیز زندگی با افراد قرقرو چه جوریه؟ اصلا نظرتون در مورد زندگی کردن با یه فرد قرقرو چی هست؟ هرگز میگی برای دشمنت هم آرزو, آرزو نکن یه چیزیه. خب سخته برای اینکه خود شخص قرقر میکنه خودش خالی میکنه. برای اگر هم حرفه‌ایه، عادته پس حتما باید قر بزنه. دارف. چون عادت دیگه. بله. این مرتب میخواد غور جززم بزنه. جززم. بزنه. بله، جزء چیزه. ولی مخصوصا همسران یا اطرافیان اعضای خانواده کسایی که غور میزنن درست اونها این با این حس گرفتار شدن توی تله انگاری یه تله ای توش هستن روزانه که نمیتونن ازش آزاد بشن در واقع تنگه چی میگن تنگنا درست. حلقه آره یه همچین حالتیه و به نظر خودشونم این آماری که گرفتن این تیپ افراد میگن که فایده ای هم نداره بخوایم مم. آزاد بشیم یعنی تلاش رو بیفایده فایده یه جورایی ول کردن دیگه درست. یعنی امید رو از دست دادن این تیپ افراد اکثرا با این چیز تو مغزشون و تو دلشون میدونی که ما تو دل و مغزمون درست. حرف میزنیم اینها گفتگو و جنگ درون دارن حالا یا از رو ترس یا اینکه عاشق طرفن زندگیشونو زندگیشون رو دوست دارن حالا ممکنه قر میزنه شخص شاید نکات مثبت زیاد دیگه ای داره نمیخوان زندگیشون از بین بره اما در درون اینها چون که مداومه هر روزه است در درون صحبت هایی دارن این دفت. کشمکش ها اکثرا به خودشون اینو میگن من که مجبور نیستم برخلاف میل قلبیم بیام به این طرف گوش بدم مم. یا اینکه آه دیگه نمیتونم تحمل کنم عجب پرچونه است یا مثلا برمیگرده میگه آخ دیگه تموم کن دیگه این تو فکرش یا حالا کتابی یا, یا مثلا برمیگرده میگه خب تو دلش میگه این دفعه این کارو بکنه یه جورایی میخوام متوقفش کنم اینو حرفای درونه حالا لزوما این کار رو انجام میده ممکنه نباشه ولی کشمکش داره خلاص فایده هم داره قرقر یعنی شما مثلا به یه چیزی که قرقر کنین بذاتون طرف مقابل اصلا ترتیب اثر میده کاری میکنه ببینید بعضی مواقع حالا میدونید تبدیل قبل از اینکه تبدیل به غرغر بشه اثر داره. داره شما یه شکایتی میکنین راجبه کجا تبدیل به غرغر میشه وقتی که آ... تکرار, تکرار, میشه. بشه. یه چیزی که ارزش خودش از دست میده داره. روی اینکه یه چیز رو مرتب تکرار باطل بکنیم داره. چون دفعه اول گفتی خب طرف گرفته این رو حالا اگه همون موقع انجام ندادی یه بار دیگه تذکر اگه دو بار تذکر دادی و نشد دیگه. دیگه, کاری نمیتونی بکنی و یه جوری به قول خود حالا محیط کاره کنار بیا با این قضیه مم. یا یه جوری سعی کن نشنیده بگیری یه سیستمایی هست که میتونیم روش کار کنیم ولی این تکرار اینه که خوره اعصاب میشه اینه که خیلی میبینیم خب بعضی از افراد زنا مثلا میبینی زن گرگروه شوهر میبینی دیر میاد سعی میکنه یه موقعی بیاد خواب میکنه. باشه فرار میکنه خب اون یه مکانیسمیه که دفاعی. تصمیم گرفته که خودش رو بله از این قضیه دور نگه داره. یا میبینی شوهر دیگه مشتاق هرچی سریتر بیاد خونه که همه قرقرای بیرون رو بیاره خونه بده به اینجا شخن. خب بدبخ این زن هر دو مورد هست یا میبینی یه بچه خیلی غرغرهه یه ریز نق میزنه آها. این غذا اینجاش ایراد داره چرا صندلی اینجاست چرا اتاقم اینجاست چرا نمیدونم آم... کسی به من توجه نمیکنه چرا اونی رو که دوست دارم بهم به نمیدید اینها چون تکرار میشه عذاب آوره دایدان. و این تیپ افراد مخصوصا اگه عاشقشون هستیم هم. خیلی سخته از چشم می بعضی بله. من یه خورد خودم رو میذارم جای شخص مقابل میتونم درک بکنم که چطور میشه آدم عصبی بشه مثلا ما در چندی خبرهایی که به اسطلاح جنایات صورت گرفته یکی از اینا خیلی فکرم رو به خودش مشغول دایدان. کرده بود چند سال پیش یک آقایی سرش سرشو بریده بود ایوان. یعنی این زن سر یک مسئله خیلی غور زده بود این جنون آنی <تصفح> باور کنید از آشپزخونه چیز برداشت و و وقتی خوبا. به خودش اومد خودش خودش رو رفت معرفی کرد بله دیگه معرفی بله. کرد حجب. که من یه دلیل گفتن خیلی غور میزد و اون روز این انقدر غور زد که من طاقت دیگه هم شد حالا دیگه حالا خب اون کیس خیلی استثنائیه بله. ولی به شکل طبیعی افرادی که با افراد غرغرو زندگی میکنن میدونن چی میخوام بگم و میخوام بهشون بگم خیلی زندگیتون سخته داره. امیدوارم کسی که غر میزنه شدیدا دوستش داشته باشید و چشتون رو متوجه نکات مثبت این افراد بکنید مم. چون ممکنه آدم دست و دلبازی باشه ممکنه مم. کسی باشه مهربون باشه کسی باشه که تو خونه کار خونه به شوهر یا زن کمک, کمک کنه. کنه یعنی کسی باشه که نکات مثبت زیادی داشته باشه بنابراین من فکر میکنم این نصیحتی که دارم برای افرادی که توی این مشکل گیرن اینه که یه چیزی رو بپذیریم ما در دنیای عالی زندگی نمی کنیم. دنیای ما دنیاییه که قشنگ نیست صد درصد درست و کامل نیست بتونیم با رو خودمون کار کنیم بتونیم این مطلب رو چطور به طرف بفهمونیم دست. کاری که تو میکنی در من چه احساسی ایجاد میکنه این خیلی مهمه که به عنوان شخص اولا بهش احترام بذاریم هم. چون به هر حال شریک زندگیمون حالا فرض من اینه که همسر این مشکل رو داره خب اینو میتونیم ما به عنوان فرزند حتی حالا پدر مادره ممکنه بچه ناراحته یا برعکس قبول بکنیم که این شخص کسیه که فرزند خداست دارست. اون احترام لازم رو براش داشته باشیم حرفایی که در درون نسبت به خودمون میزنیم تو دلمون میزنیم بیایم جهت این رو عوض کنیم به جای اینکه انگشت رو بذاریم روی غرغرش بیایم نکات مثبتش رو ای به خودمون تو حرفش مثلا این چیزی هم باشه که درست بله بله و این رو به زبان بیاریم تشویق کنیم چون گفتیم بیشتر جلب همدردیه منای اگه حالا عادت باشه دیگه از همدردی هم گذشته این هم بگه و این رو قبل از اینکه به اون مرحله برسه که دیگه نشکاریش کرد با محبت این رو مطرح کنیم و اینا هم روش داره که ما چطور ما مطلبی رو بگیم که زخمی نکنیم مم. چون هدف این نیست که میخوایم جدا کنیم یه باید. جبهه ایجاد کنیم ما میخوام بهش بگیم که ما دو تا یه تیمیم زن و شوهریم دوتای ما یکیم در حضور خدا ما به عنوان تیم چطور میتونیم این مشکل رو باهاش برخورد کنیم و ریشه کنیم اینها البته تکنیکایی داره ده. که حال به این مسائل اشاره می کنیم ما صد درصد ولی این فکر که ما در دنیای منحده می داریم زندگی می کنیم بپذیریم که یه سری عوارضی هم داره هسته. از جمله یه که یک کسی باشه ناراضی باشه و قر بزنه خانویز متاسفانه حالا من خودم البته کامل به این اعتقاد ندارم خانما بیشتر اسمشون به قرقرو بودن در رفته آیا مرد و زن به یه اندازه قرقر میکنن یا یعنی اینکه واقعا ها بیشتر قرقر میکنن نظرتون راجع این چیه بله سوال جالبیه این خب البته خانم ها به خاطر اینکه در قسمت من یه بار در مورد تقسیمات مغز موردی رو اشاره کردم در این مورد که ما هفت قسمت داریم در قسمت های مختلف مغز که قسمت گفتاری خانم ها حجم بیشتری رو در مغزشون میگیره آقایون قسمت میشه یه بار دیگه هم برای من هم برای بگین البته یه قسمت و... به ترتیب شاید الان نتونم این رو بگم ولی قسمتی رو داریم که قسمت احساسی ما هست بله. اینجا که مددکارا و اینا این کسایی که شما یه چیزی رو میبینید به اصطلاح احساس ترحم میکنید یه قسمت منطقی رو داریم دوست. که با مسائل به شکل منطق رو برو میشیم قسمتی رو داریم به عنوان گفتاری قسمت گفتاری خانم ها حجمش بیشتره ما قسمت ریاضی رو داریم مم. که اعداد برای ما معنی داره قسمت موزیک رو داریم که شما حرفه‌ای هستید خبش. در این مورد خبش. که حتماً اون قسمت مال شما بیشتر امیدوارم. گسترش بس پیدا جاهای دیگر رو گرفته شد. نه،, نه جای دیگر مطمئنم در این قسمت خدا هم حتی داره از این قضیه استفاده میکنه برای تشویقتون بگم این رو. و قسمتی داریم قسمت فضایی مغز ما هست. که آقایون در این مورد حجم بیشتری مغز آقایون در این قسمت حجم دوست. بیشتری گرفته. که گفتیم که آقایون تو اون درس گفتیم که در قسم از نیم راستشون بیشتر استفاده بله. میکنن که بیشتر منطق و ریاضیات و قسمت فضایی مغزه خانم ها بیشتر از قسمت چپشون به خاطر اینکه احساسات و محبت و اینا چون خانم ها جزئیات رو بیشتر, چیز میکنن بارده. بله. تو اون قسمت چون که حجمی که قسمت گفتاری خانم ها میگیره میزان کلماتی رو هم که در حافظه دارم دو برابر آقایون هستش و این واقعیت علمی داره این جانبه. یه چیز اصلی هستش که هم هم خیلی راحتتر زبان یاد میگیرن خیلی زبانشون خیلی سریع پیشرفت میکنه دختر بچه ها رو نگاه کنید بله. یه پسر بچه و یه دختر بچه رو هم سن باشن کنار رو هم بذارید دختر بچه کلمات بیشتری رو استفاده این یه چیزیه که در ساختار مغزی, مغزی مغز. خانم ها هستش برمون نسبت گفتم مال آقایون قسمت فضایی یعنی که شما چشمتون رو ببندید میتونید یک جسم رو از همه ابعاد ببینید تو فکرتون میتونید اینو بندازید بالا از زیر نگاه کنید میتونید بندازید پایین از بالا نگاه کنید از پشت و جلو از همه ابعاد آقایون میتونن اینو ببینن و خانم ها این رو نمیتونن این این چیزی است به خاطر این مسئله که قسمت گفتاری خانم ها حجم بیشتری رو داره و خانم‌ها حساس‌تر حساستر و زودرنجترن نسبت به آقای اما دقیقا درد رو بیشتر احساس میکنن طف. غوری که خانم ها میزنن بیشتر در ریشش درده حالا اگه کار خونه کرده زیاد کار کرده چون خسته است بدنه میدونی غور خانم‌ها بیشتر رو قسمت فیزیکیه طف. حالا خب چیزای دیگر هم غور میزنن نمیگم نه مثلا راجب پول و خرج و همه چی رو خانم ها میگن ولی این یعنی آمار نشون داده که مسئله جنسیت نیست یعنی فرق نیست حالا ممکنه غور یک خانوم بیشتر عصاب رو مته عصاب باشه ولی آقایون رو هم همینطور غور میزنن مطالبی رو که آقایون رو به غور زدن میندازه اولا که آقایون غورت میدن تو ارتش مخصوصا میبینی که میزان افسردگی تو ارتش بین افرادی که شاهد ناعدالت بیعدالتی یا ظلم یک ما به مادون یا مثلا در جنگ هستن اینا چیزهایی رو میبینن که نمی اجازه ندارن بیان کنم به خاطر سیستم خیلی امنیتی. حتی به اصطلاح چارچوب حاکم بله حق ندارن غور بزنم مسئله اطاعت مطلق چیزی نمیتونه بگی اینا قورت میدن ولی بیان مثلا آقایون اگه بخوان شروع کنم به قور زدن میان از نحوه ساختار یه چیزی قور میزنن راجب نحوه مدیریت چیزی قور میزنن کمتر شخصیه باز شمسیسته. نسبی ما صحبت میکنیم اما اینو به شکل عمومی اینجوره استثناعات هست آقایونی داریم که از خانمو بیشتر بارد. حرف میزنن بیشتر قور میزنن آمار نشون داده خب در هر دو صورت به آم، اصطلاح آم، آمار نشون داده که هر دو جنسیت غور میزنن منتها به نحوه های مختلف خاص جنسیت خاصی نیست ولی چون زنا درد و بیشتر حس میکنن اینو بیشتر به زبون میارن به خاطر اون حجم بیشتر مغزش آره اینو باید استفاده کنن این رو. مردو بیشتر قورت میدن قضیه رو یه بخش این قورت زدن رو میتونیم بگیم از رو ضعف فیزیکی هم میاد یعنی بله. شما وقتی که تو یه چیزی میبینی که زورت نمیرسه بکنی بله. حال متاسفانه مثلا در جوامع شرقی خب زور خانوما هم تو جامعه تو خانواده کمتره بله. میتونیم بگیم یه بخشش هم این قورت به خاطر اون ضعف فیزیکی بله. و مطرح نشدنشه بله. بله. خب تعریف اصلی قور همینم هم بوده که ابراز نارضایتی دوست. ابراز درد ابراز رنجیدگی ابراز به اصطلاح بستلاب... درد مخفی دقیقا بله پس یه نوع یعنی اعتراض هم هست قرقر کردن که به این صورت میگه بلی. خب پس ما اومدیم دیدیم که آقایون و هم یه اندازه قرقر میکنن حالا خانوم چون بخش گفتاریشون بیشتر هستش بیشتر هست خب تا اینجا رو ما نگه میداریم هم خلویزی استراحتی بکنن هم شما برمیگردیم و این بحث رو با همدیگه ادامه میدیم با ما باشیم آیا برقراری ارتباط با برنامه ها برای شما امکان پذیر نیست؟ و یا اینکه برای تماس با برنامه های مورد علاقتون دچار مشکلات متعددی هستید؟ نگران نباشید. از این به بعد شما می توانید به راحتی و بدون هزینه با ما ارتباط برقرار کنید. مهم نیست که در کجا ساکن هستید. هر کجا که باشید به راحتی می توانید با برنامه های زنده همراه با شما در ارتباط مستقیم باشید. در صورت داشتن تلفن‌های همراه هوشمند، می توانید از طریق اسکایپ، وایبر، واتساپ و همچنین ارسال پیامک با برنامه ما تماس بگیرید. برای ارسال پیامک و یا برقراری ارتباط از طریق وایبر، واتساپ،

خب دوستان عزیز همونطور که مطلع هستین داریم در مورد بحث قرقر صحبت میکنیم مزرات اون حتی مزایای اون و پیامدهای های اون دوست عزیزی خانومی از تهران به اسم ناهید زنگ زد یعنی روی فیسبوک ما پیغام گذاشتن گفتیم که گفتن که اگر قرقر از روی عادت نیستش دلیل اون این هستش که یه چیزی رو طرف مقابل حالا حتما طرف مقابلشون همسرشون هستن احتمالا نمیشنند. و این رو وقتی که تکرار میکنم و میبینن که نتیجه ای نمیگیرم بعد از یه مدت این اعتراض مثل یک اعتراض مخفی در درونشون فرو خورده میشه و بعد از یه مدت نهایتا به سکوت کشیده میشه و این خطرناکه من از خال لویز میپرسم ش... می که خالویز لویز واقعا ممکنه که قرقر بعد از یه مدت وقتی ببینن پیامدی نداره طرف خسته شه و دیگه سکوت اختیار کنه و نسبت به همه چی و بی‌تفاوت بشه کاملا در تایید ما که در مورد اینکه با زندگی با افراد غرغرو چه مشکلاتی دارن یکی از صدمات همینه که شخص مقابل تبدیل میشه به یه کسی که غورت میده و سکوت میکنه و این خیلی وحشتناک بله راحت نیست این مسئله البته اینو باید یاد بگیریم که چطور احساسات خودمون رو بیان میکنیم همین این مسئله به عنوان اعتراض که ایشون میگن در تایید حرفایشون البته مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردن در تایید حرفاشون اینو بگم که احساسات باید بیان بشه ولی چطوری بیان میشه مهمه ممکن نحوه بیان جوری هست که در طرف مقابلی یه لجبازی ایجاد میکنه نحوه بیان خیلی مهمه که خیلی مهمه که ما اولا یه وقت مناسبی رو انتخاب بکنیم صحبت بکنیم و این باید کاملا خصوصی باشه یعنی بین دو نفر باشه که طرف اگه میخوایم مطربی رو بگیم یه جوری احساس نکنه که آبروش آب میره و زیر ذره بین گذاشته شده در بعضی از موارد این گفتن این بیان احساسات بد نیست شکایت گاهی وقتا حتی شفا انجام میده شفا میاره شما من دست شما ناراحت باشم اگه این تو خودم قورت بدم من مریض شدم ولی شما متوجه, نیستید دوست. اما اگه میام به شما میگم این رو شما میگید که ای من متوجه نبودم این قضیه رو من معذرت میخوام اصلا منظورم این نبود یا اون روز اینو گفتم اینطوری اصلا این تو فکرم نبود چطور شما این به مسائل حل میشه بنابراین شفا حاصل میشه نحوه گفتن مهمه حالا من اگه بیام به شما جوری این رو بگم طوری این مسئله رو عنوان ام... کنم که انگشت رو شما باشه بخواید نخواید شما دفاعی میشید این روش انگشت گرفتن به طرف مقابل نه فقط در مورد غرغر در مورد هر مشکلی نتیجه عکس میده چون شما دارید اون بار منفی عذاب رو اون عذاب رو کامل دارید منتقل میکنید و یه بار اضافه دارید رو طرف میذارید نحوه گفتن خیلی مهمه که شما اول یک جمله جالبی بین مشاورین هست میگن که اگه میخواید شما به یک کسی یه چیزی رو توبیخش کنید یا میخواید موضوعی رو بهش بگید اول با نه تا حالا کلمه نه تا رو حالا چرا نه تا مثلا هفتا نباشه پنجتا نباشه نمیدونم شما به نه تا جمله مثبت اول بگید طرف رو یه خورده تشویقش کنید یه چیز مثبت بگید نسبت به خودش اول احساس خوبی داشته باشه فکر نکنه که بشنبه. و بهتر میشنوه شما در واقع شنوایی درست رو درسته. اون قوه رو درش تقویت کردید طرف اول بدونه که نه دو تیغه دو چی میگن لبه چاقو, چاقو طرف خودش نیست. نیست. و بعد شروع بکنید احساس خودتون رو بگید اصلا نگید تو زدی تو اینطوری کردی تو اون این تو این همیشه حتی در رابطه با بچه ها برسه به همسران دوستان همیشه نقطه عکس داده نتیجه عکس داده دقیقا. ولی وقتی برمیگردی میگی <applause> که تو اینجوری گفتی این احساس در من ایجاد شد همینه. فلان تاریخ یادتونم باشه که مثلا چه زمانی چه ساعتی چه موقعی این, این خانم خوب یادشون خانم همیشه جزئیات رو چون اصلا از جزئیات میرسن هیچ وقتم فراموش نمیکنن قابل توجه آقای بله. خانم هیچ وقت جزئیات فراموش این اصلا خانمان. تو ساختار مغزشونه و این رو با جزئیات بهش بگید که چه احساسی خودتون داشتید بیاید راجع به احساس خودتون صحبت کنید انگشت رو نذارید به طرف مقابل بگید وقتی که این رو شنیدم یا این شکایت رو شنیدم این احساس در من ایجاد شد من ناراحتم سر این قضیه من این طور شدم من این طور شدم که طرف فکر نکنه شما او رو زیر ذره بین گذاشتید و دارید ماخذش میکنید یا به قول خودمون به سلاخه کشیدید ایشون رو و جملاتی مثل مثلا که من متنفرم تو اینجوری با من صحبت میکنی یا بیزارم اینا رو نگید اینا رو نگید درست احساس تنفر در شما ایجاد شده ولی برگردید اون موقع بگید من ناراحت شدم یه خود کلمات سبکتر رو استفاده کنید چیزی که با شنوایی ایجاد بشه باور کنید اگه طرف مقابل بدونه حالا نمیگم صد درصد این افراد ولی درصد قابل توجهی مثبت جواب میدم به این قضیه که نحوه در گفتن خیلی, مهمه ولی همیشه هم غرغر و شکایت بد نیست پس میتونه واقعا سازنده و مفید برد. هم باشه بله. که... بین انتقاد سازنده و غرغر باید یه فرقی هم باشه انتقاد غرغر با انتقاد سازنده اگر با اون شروع بشه حالا این انتقاد طبق اون چیزی که قبلا صحبت کردیم گوش داده نشد تبدیل میشه به غرغره پس ممکنه خیلی وقتا این غرغر به خاطر اشتباه طرف مقابل باشه بله. یعنی فقط اینجوری نیست که بگیم فرد رو یا از رادت عادت قرقر همیشه دو مورده یا گفته میشه یا شنیده, شنیده میشه. میشه. بر اساس ببینید برای هر چیزی یک علتی هست بره. همیشه برای هر چیزی یک علتی هست دایران. یکی از دلایل من که اشاره کردم گفتم که بعضی از مواقع به خاطر حوادث بدی که رو طرف اتفاق میفته سلسله چیزا یعنی یک تاریخی هست اینجا علتی بوده که شروع شده منتها چون جلوی این تخم گرفته نشده این تبدیل به یه ریشه قوی شده و یه درخت چیز حالا آزاد شدن از اون سخت‌تر تر بعد پس خیلی وقت هم اون شخص قرقر شونده هستش که مقصره بله. اینو حتما ما یادمون باشه خیلی جالبه خب خواهر در مورد صدمات قرقری خود با هم صحبت کنیم بلد. آیا واقعا قرقر صدماتی هم داره به چه بخشایی چه جوری میشه در این مورد صحبت بکنیم خب ما در مورد مثلا زندگی با شخص قرقرو صحبت کردیم بلد. که بلد. طرف مقابل رو به چه, روزی میندازه قرقر روحیه منفی رو خیلی تقویت میکنه چون انگشت روی چیز منفیه چون روی چیز منفی در خودش این پتانسیل رو داره که روحیه طرف مقابل یا خودش رو ای این قسمت منفی رو تقویت بکنه رو اطرافیان اثر میذاره صد در صد بعضی ها میبینی تا وارد میشن یه سری در میرن <applause> یعنی اصلا مثل یک بلایی میشن این تیپ افراد گرگر اولا بگیم که شرایط رو تغییر نمیده گرگر انتقاد سازنده نه انتقاد سازنده از اسمش مشخصه عنوانش مشخصه شفا تولید میکنه طبعا. یک چیزی رو میاره یک سازندگی در خودش هست ولی <applause> غرغر وقتی به شکل عادت شد شرایط رو تغییر نمیده چون میخواد خودش فقط بگه هیچ چی تغییر نمیکنه بعد اگر هم یه کسی یه زحمتی برای یه چیزی حالا یه خانمی غذای خیلی خوشمزه ای درست کرده خودش خیلی عالی درست کرده شوهر میاد غر خب ارزش زحمتی رو که برای اون کار انجام شده از به حال قضا یک نمونه کوچیکه ولی کلا برای هر چیزی خب مردم زحمت میکشن برای هر موردی در هر شرایطی حتی کارفرما با زحمت داره سازمان رو میچرخونه و به اصطلاح قربانی هایی داره میده غرغر این ارزش رو از بین میبره و غرغر شخص غرغر رو حق رو به خودش میده بین انتقاد سازنده و غرغر گفتیم فرقه غرغرو حرفه‌ای مصریه مصریه وقتی وارد یه جایی میشه با حرفای منفی خودش منتقل میکنه متاسفانه هیچ پماد و داروی هم برای اون احساس نارضایتیش نیست که بخواد اینو نرمش کنه یه خورده بیاد این رو آرومش کنه ببینید افراد و رو بیشتر حرف میزنن فقط حرف میزنن 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 حالا شما به عنوان شنونده هر نصیحت و چیزی هم بدی به کار نمیگیره چون فقط میخواد حرف بزنه بنابراین سازنده نیست بیشتر حرف میزنه کمتر شنونده است و شما هر پند و نصیحتی هم بدی مضاف به اینکه وقت شما رو میگیره وقت داره. طرف مقابل داره. رو تلف میکنه میاد شما رو گیر میاره میاد اونقدر باهاتون حرف میزنه 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 و بعد خدا من رفتم یا اتا اگه تو این وسط شما هر پند و نصیحتی هم بهش بدی گوش نمیده برای اینکه نمیخواد گوش بده چون که عادته این فقط میخواد بگه اینا افرادی هم که بیشتر حرف میزنن حالا یه چیز جالب میگن اثراتشون در جایی میخوندن میگن مثل دود سیگاره دفت. افرادی که سیگار میکشن چه خود کسی که سیگار بکشه یا کسی که در محیطی محیط باشه که سیگار میکشن چون دود سیگار هست خود به خود لطمه, می لطمه فیزیکی میزنه سلامتی به ریه و سلامتی شخص میزنه میگن کسی که غرغروه در اطراف خودش اثری مثل دود سیگار رو میذاره یعنی چه غور بزنه چه کسی که در معرض غور قرار میگیره خود به خود صدمه میزنه حالا در دانشگاه استنفورد آمریکا که بسیار دانشگاه معروفیه البته در مورد تحقیقات مغز و اینا اینا اومدن یک تحقیق جالبی کردن خیلی جالبه این گفتن که اگر و با معمولا هم وقتی که آزمایش میکنن که با یه نفر دو نفر, دو نفر یه گروهی رو گفتن حتی اگه مغز سی دقیقه در معرض این سی دقیقه در روز در معرض سخنان منفی حتی اخبارای بعدی که از تلویزیون رادیو میشنون این در معرض خبر بد به هر طریقی یه چیز منفی قرار بگیرن این اثرات بسیار قابل مقایزهی روی مغزشون میذاره آه. ما هفته پیش در مورد مطلبی که صحبت میکردیم که چطور از ترسامون آزاد بشیم و اینا این گفتیم که ما یه قسمت اینجای مغز داریم این شکلی بیاید، بیایید به قسمت گوش بعد حالا قسمت درون رو نگاه کنیم ما یه ای داریم به اسم هیپوکمپس با. خب این قده هیپوکامپس، اینا آزمایشی که کردن این افرادی که سی دقیقه در, در معرض خبرهای بعد قرار میگیرن یا منفی سخنان منفی از جمله غرغر تکرار سلولای عصبی هیپوکمپس صدمه میبینه خب این یافتشون این کشف به اصطلاح یک انقلابی در بیماری الزایمر ایجاد کرده چون که تحقیقات بازم که آزمایش که کردن اسکن هایی که دارن اولین جایی که در مغز در مورد الزایمر صدمه میبینه هیپوکمپس حالا هیپوکمپس چیکار میکنه در هیپوکمپس دو تا کار مهم انجام میگیره علاوه بر کارهای دیگه دو تا امر قسمت راه حل یابی یه مشکل مثلا جایی گیر بکنید شما دنبال چاره باشید چاره دنبال یه جایی بگرد راه حلی رو پیدا کنید و اعمال ارادی ما اعمال ارادی میبینی کسایی که الزایمر میگیرن حتی برای غورت دادن مشکل خواهند داشت در موارد پیشرفته چیزی رو روشن میکنن ببینید با دست تصمیم گرفته اینا چیزهای ارادیه خب در قسمت اعمال ارادی اینا تخریب مغزی دارن بنابراین اینو این یافته میگم یه چیز بزرگی بوده برای اینکه الان میدونن که در الزایمر کدوم قسمت مغز چیز میشه خب اگر سی دقیقه در روز حد اکثر سی دقیقه صدمه میزنه یه پا کمپس رو حالا که ما میدونیم چرا جلو قضیه رو نگیریم و این روی دیدن که ببینید یه چیزی ما در مغز داریم ما روی هر چی به عنوان انسان حالا مغز و کارش ندارم کل ما انسان ها رو هر چیزی فوکوس بشیم اون بر ما مسلط میشه درست زیادی در بارد. مورد یه چیزی فکر کنیم بر ما غالب و مسلط... چیز میشه آزمایش این دانشگاه این رو تحقیقات رو نشون داده که حتی شنیدن غرغر و شکایت باعث کندی تمرکز میشه انجام. فوکس را این آه. در مورد شخص قرقر زننده هم هست یا فقط قرقر شنونده خال <تصفح> این که این آزمایش در مورد شنونده است درست حتما آزمایش زننده هم, هم زن... زننده موره. چون که عادت شده درش این اصلا خود به خود در شکل طبیعی داره این رو انجام میده پس به آسیب رو میزنه آسیب رو خودش هم آسیب میبینه ولی بیشترین آسیب رو به شنونده هم میزنه بله این, این... ببینید مغز ما مثل یه عمل بله. میکنه. ما از اوله دیدید بدن سازی یکی که تربیتش میده می میتونه عضله می درست کنه یکی کسی که ورزش نکنه چون مثل ازوله عمل میکنه این به این معناست که ما میتونیم مغز ما رو هم تربیت بدیم میتونیم این رو به اصطلاح نذاریم زیاد در معرض مداوم چیزای منفی و میتونیم جهت فکری رو ما تغییر, تغییر بدیم درست. و موضوع مکالمات رو ببینید اون چه که مهمه اینه که ما از منبع شکایت تا میتونیم خودمون رو دور نگه داریم ما یه چیز رو باید بپذیریم اگر من نوعی یه کسی میاد مرتب پیشم غور میزنه این یک معنی داره البته معنیشم اینه که خب میخواد خالی کنه ولی یه معنی داره من به عنوان شنونده این فضا و این اجازه رو بهش دادم طرف. که این راحت احساس میکنه بیاد در این مورد پیشه من غور بزنه این, این, این نمیشه احساس یعنی شما البته باز این میشه مثل یه حالت همدردی کردن یه وقتایی اگر شما اجازه بدین که طرف خودشو خالی بکنه اینو چه آدم میتونه فکر کنی که از این لطمات قرقر دوره چون بعضیا مثل کنس... مثل یه مشاورن بلد. مثل کسی هستن که میان درد دل افراد و گوش میدن اگر این درد دل ها قرقر باشه پس در از آسیب میرسونه به بدنه بلد. به مغز طرف کسایی خب. هستن مشاورن به شکل حرفه‌ای شغلشون اینه و این طرف اینو میدونه که این مسئله یه کشه که مثلا درد دل میشنون ببینید اگر گفتیم کمش باشه کمک میکنه کسی آروم بگیره اشکالی نداره ده. اتفاقا یکی از تکنیک ها اینه که شما خودتونو اون لحظه به این حساب نذارید که طرف چقدر قر میزنه یا مخاط قرقر کنه یا نه اول احساس همدردی کنی یکی از روش های جایگزینی و اینکه بار طرف رو کم بکنید اینه که همدردی, همدردی کنید دردی. باهاش تا دست کمک به طرفش دراز کنید بتونید او رو به اصطلاح یه جورایی بفهمونید که شما باهاشید ام. نه تا... نقطه مقابلش اینا تو روش ها به اصطلاح تو تکنیک های ریشکن کردن این قضیه کمک میکنه مثل تماس تلفنی داریم طب. با هم دیگه سلام به دوست عزیزمون درود به برادر کورش و خواهر گرامی خوب هستی از خانم دکتر سوال کنم به صورتی که زمین ناخداگاه به مغز میده مغز از مغز میگیره یا نه بعد من یه دوست داشتم دایش آیزامر گرفت این خواهرزاده چه آیزامر گرفت آیا این ممکنه ژنتیکی باشه در آلزایمر پرسیدن من متوجه شدم گفتن که دوستی داشتیم که آلزایمر داشت تو فامیلشون این آلزایمر وجود داشت بله. آیا این آلزایمر میتونسته ژنتیکی باشه یا به صورت اکتسابی هست درصدی درصدی از آلزایمر بله ارسی هستش همیشه نیست خیلی ها بدون اینکه که حتی زمینه به خانوادگی داشته باشن آلزایمر رو درست بس. پس هم میتونه ژنتیکی باشه هم به صورت اکتسابی کدومش فکر بیشتره یعنی بیشتر آلزایمر رو اکتسابی اکتصاب. میکنه البته اونی که ارسی خود, خود به خود بالاخره بس. به بس. نوعی بس. میگیره. ولی خب تکنیک‌های تکنیکال روشهایی هست میتونن خب هر چقدر در مرز قرقو رو چیزای منفی نباشن در یه محیط سالمی باشن شاید تأخیری باش. باشه. درش بله بل. ممنون از تماستون خب داشتیم بحث در مورد صدمات رو که ببخشید وقفه شد دوستایم با همونجا ادامه بدیم بله گفتیم که صدمه مغزی میزنه ولی آیا چون صدمه ای مغزی رو حالا میدونیم بپذیریم که اوکی من الان با یه کسی که غرغروه دارم زندگی میکنم خب مغزم و میبینه بینه بذارم برای الزایمر نه نه چیکار باید کرد؟ خب باید به فکر چاره بود روش هایی هست که وقتی طرف مقابل آدم عادت داره به غرغر کردن بعضتون چه جوری ما میتونیم؟ چون این واقعا یه مسئله حادیه بله بله اولا که دارت. خب روش های تکنیکی جایگزینی هست شما جایگزین میکنید ببینید ما غرغر دو جنبه داره یکیش جنبه کسی که قور میزنه و یکی که غور میشنوه دارت. ببینید هر گلی یه خاری داره ما به جای اینکه به خار متمرکز بشیم به خار فکر کنیم بهتر به زیبایی گل فکر کنیم یعنی چی یعنی اینکه بیایم اون شخصی رو که دوستش داریم بیشتر از این که برچسب و رو روش بچسبونیم و به عنوان یه غرغرو بهش نگاه کنیم بیایم تصمیم بگیریم آگاهانه تصمیم بگیریم نکات مثبت این شخص رو برای شک گذاری کنیم شکگذاری کنیم برای نکات مثبتی که داره به عنوان کسی که غر میزنه تصمیم بگیریم آگاهانه به محض اینکه احساس میکنیم میخوایم غور بزنیم شروع کنیم شوک گذاری جایگزین میکنیم این رو به عنوان شنونده وقتی که میشنویم داره یکی غور میزنه به جای اینکه بیایم در دل خودمونم غور بزنیم شروع کنیم بشمریم نکات مثبت شخص رو کسی که غور میزنه باید روی الگوی فکریش کار بکنه اون عادت رو باید بشکنه عادت رو باید زنجیرش رو به قول معروف قطع کنه الگوی فکریش رو تغییر بده غرغر یه عادته ما در دروس قبلی در مت... مطالب قبلی گفتیم که مغز ما یک قابلیتی داره خدا ما رو جوری آفریده که ما یه آدته... یه عادتی رو میتونیم با یه عادت بهتر جایگزین کنیم یا بدتر بیایم جایگزین کنیم حالا اینم باز تمرین میخواد کسی که خودش غور میزنه به خودش روزی مثلا نیم ساعت وقت بده بگه که من نیم ساعت میبندم اینجا رو عمدن تصمیم بگیره به من میخواد غر بزنه خودش دهنشو ببنده هیچی نکنه اما عوضش جاش چون اگه نگی اون وقت میترکه بله. بیاد یه کاغذ ورداره روش بنویسه غرقراشو اینجوری هم بنویسه مثل این کلمه درباره مثلا کروش ناراحتم بعد ادامه بده چون که یعنی علت رو هم پیدا کنه چرا ناراحته اقل سه موردی رو که بعد اینکه اینا رو نوشت سه موردی رو که فکر میکنه این گرگر میتونه کاهش پیدا کنه به نظر خودش برداره اینو بنویسه اگه نوشتن کمکی نمیکنه بیاد به صدای بلند بگه این رو به خودش در یه جای خلوت حالا به صدای بلند منظورم با... بخ... اینو بگه به شکل زبانی بگه ناراحتم به خاطر این قضیه بعد بیاد اون رای حلها رو بنویسه مم. که این رای حلها چه کمکی میکنه و وقت خونه انجام بده یعنی خودش رو متعهد بکنه به انجام اون تصمیمی که گرفته حالا این به عنوان غرغر کننده به عنوان کننده هستش این رو هر از گاهی این رو ما بپذیریم که یه خورد و غر زدن بد نیست آرومون میکنه یه خورده خودمون رو به عنوان که کسی که غر میزنیم بیایم یاد بدیم به خودمون این رو تمرین بدیم تو غور زدنمون داوری نکنیم تبدیل به یک محکوم کننده نشیم حکم کننده نشیم اگه قر میزنیم و یادمون میره چه برکاتی تو زندگی ما هست بیایم لیستش کنیم برکات رو بنویسیم چون چیزی رو که مینویسیم این خودش اصلا واقعا تلسمه یه جادو جادو میکنه کمک میکنه وقتی خودمون به عنوان کننده به عنوان قر زننده تصمیم بگیریم خودمون اون تغییری باشیم که میخوایم دنیا اونجوری باشه چون برهای نارضایتی دیگه از یه چیزی ناراضی هستیم که داریم آه. غور میزنیم بریم خودمون اون تغییر باشیم از خودمون شروع بکنیم و به عنوان شنونده این مسئولیت رو بپذیریم تکرار می که ما اجازه دادیم ما فضا رو دادیم ما جواز رو دادیم شخص بیاد پیش ما غور بزنه اینو اول بپذیریم تا همینجا دوستان یه استراحت دیگه بکنیم پس ما تا همینجا یه استاپ کوچیک میکنیم یه استراحت کوچیک میکنیم برمیگردیم و این بحث رو تمومش میکنیم من ای گوهر شب تا من نور تو پاشید بر رخم بینا چشمان من قیامت و حیات من هوشیاناست در جان من هم دو ستایش به لبن. خم می شود پاهای من دستان مهربان تو پاک کند من باور بربت تو ساز و دهل سرایمت ای خانه من ای که تو پادشاهی اربابی و آقایی مشیر و همدانایی الف هستی و یای ای که تو پادشاهی اربابی و آقایی مشیر و همدانایی قلف هستی ویای با رخص و شادی نزد تو مییایم ای جانان من تو باز بکن آگوشت بازم بگیر بر دگوشت بیرون بیار مرا از غم ای سرور و سالار من که نباشی در و غم موج میزند در جان من حقیقتت آشکار کن دستم بگیر و شاد کن قلب مرا از روح خود سرشار کن سیراب خب دوستان عزیز به قسمت آخر برنامه قرقر رسیدیم بحث بسیار خوبی بود من خودم که خیلی چیز از خاله لویز یاد گرفتم جدا میگم ممنون. خیلی چیزایی که گفتین موثر مطمئنا در زندگی ما هم تاثیر خواهد گذاشت خب خاله لویز داشتیم در مورد صدمات قرقر و در مورد جایگزینی ها صحبت میکردیم کردیم دوست داریم با این بحث به انتهاش برسونیم بحثمون رو ما در را... امثال سلیمان میگه که دل خود رو محافظت کن در خیلی از موارد من این رو به عنوان یکی از روش ها وقتی میگیم دل خودتون رو محافظت بکنی منظورمون چیه؟ انگیزه رو پیدا کنیم به خودمون این رو بگیم من الان دارم غور میجوشم در غلیانم انگیزم چیه؟ چطور میتونم خودمو از این محافظت کنم وقتی که انگیزه رو انگشت بذاریم روش یه خورده متوجه میشیم داریم چی کار میکنیم یعنی در واقع خداگاهی ایجاد میکنه چیز دیگه ای که خیلی باید دقت کنیم اینه که مراقب شنونده باشیم وقتی میگیم مراقب شنونده منظورمون چیه حالا کسی که عادت داره غور بزنه خب میاد غورشو میزنه و خالی میشه و تموم میشه بیچاره اون شنونده اثری که رو شنونده میذاره ما رو اون فکر کنیم مراقب باشیم این کسی که این حرفی که من دارم میزنم در چه جمعی دارم میزنم چه اثری روی شنونده میذاره اگر این رو متوجه باشم خب پر نمیزنم چون اگه برای طرف مقابل ارزش قائلم سعی میکنم او رو محافظت بکنم حالا اگه این طرف مقابل بچم باشه شوهرم باشه زنم باشه فامیل باشه اگه دوستش دارم یا دوست صمیمین باشه خیلی وقتا دوستای صمیمی خیلی این اتفاق میفته مخصوصا تو خانومها این مسئله بیشتر بین دوستا اتفاق میفته چون که راحت ترم به خاطر مسائلی که یکی از اون چیزا خب میترسه تا بخواد بگه حالا بنا به هر دلیلی یا جو خونی، حالا هر چیزی دو تا دوست با هم دیگه خیلی این رو میگن خب منی که دارم خودمو خالی میکنم در واقع اونو دارم پر میکنم مواظب باشم که روی شنونده دارم چه اثری میذارم او رو دارم با چی پر میکنم چون فردا اون پر میشه همینو میاد به, به من و این هی دقیقا اینجوریه بس داره مراقب داره باشیم با کی داریم در چه جمعی داریم صحبت میکنیم یکی از راه ها همینه که گفتیم تکرار میکنم که با گل شروع نکنیم با شکایت جمله رو شروع نکنیم همین خودش یک پیشرفتیه و فرق بذاریم بینه اگه داریم میشنویم دقت کنیم ببینیم این انتقاد سازنده است یا غرغره اگه خودمون داریم این کار رو انجام میدیم باز انگیزه رو نگاه کنیم میخوایم انتقاد کنیم یا میخوایم فقر بزنیم بنابراین به این مسائل باید دقت کنیم چیزایی که جرقه تولید میکنه یعنی یه جورایی شروع میکنه منو بندازه به غرغر اونا رو شناسایی کنم بشینم فکر کنم من در چه شرایطی به غرغر میفتم و یه چیزی میبینم سعی کنم تا اونجا که میشه بعضی چیزها رو ندید بگیرم و یه چیزی رو میشنوم سعی کنم تو اون لحظه من خودم شخصا اینو رو خودم پیاده میکنم دارم یا آم... تجربه, شخصی. تجربه, شخصی رو میگم وقتی که احساس میکنم یکی داره غر میزنه خب بنا به موقعیت ما ما در شرایطی قرار میگیریم که خیلی از موارد مجبوریم گله های مردم رو گوش بدیم وقتی جایی که میبینم داره سمی میشه داره رو من اثر میذاره میدونید من چی کار میکنم من فوراً از اون فکر فرار میکنم به ظاهر ولی تو فکرم شروع میکنم سرود خوندن شروع میکنم دعا کردن و همون موقع برمیگردم میگم نه این تیر به من بر نمیگرد تو فکرم مثل یه سپر میگم خب من حالا اینو بر حالا اینو, بر... اینو هایی که بر خودم هر کس جای جای جا. کارگره بر من و این تجربه شخصیه سعی میکنم یه سپری روی فکر و دلم در این مورد ایجاد بکنم که به اسطلاح خودم رو حفاظت موسیقی. کنم بنابراین چیزهایی که شروع میکنه مثل جرقه یه چیزی اینا رو مواظب باش وارد بحث با شخص غرغرو نمیشم اینو یاد گرفتم در طول زندگی که کسی که قور میزنه فقط میخواد بزنه قور بزنه بنابراین بس فایده ای نداره ده ده. اون که گوش نمیده اون ده. فقط حرف خودش رو میخواد بزنه بنابراین وارد بس نمیشم باش و اینو به عنوان شنونده حالا میخوام بگم باش اول هم دردی میکنم سعی میکنم دست کمک رو به طرفش دراز کنم از مطرح کردن سوالاتی که ممکنه به قرقر بندازتش پرهیز میکنم بعضی وقتا حتی نظرهای منفیشون رو هم ندید میگیرم میگم خب این نظر شخصی به خودم بلد. اینو میگم این نظر شخصی خودشه سعی میکنم چون اگه راجع به کسی داره بهم به میگه خب بعد من تلخ میشم نسبت به اون بلد. شخص چون ما تو مغز ما یه چیزی داریم شما اولین منبع اطلاعاتی شما در مورد مثلا آب اولین کسی که ساختار آب رو یادتون داده این میشه مرجع براتون آه. تو فکرتون بعد از اون شما هر اطلاعاتی راجع به اون مطلب از هر منبعی بشنوید با اون با اون چیز ابتدایی شما مقایسه میکنید عجب. خب بنابراین وقتی که میدونم یه همچین سیستم هست در مغز ما سعی میکنم اون چیز ابتدایی رو دانش ابتدایی رو منفی نذارم درست. این تجربه شخصیه دارم میگم و این فکر میکنم هم خیلی, خیلی کمک میکنه بله. بله. و بله. متمرکز میشم رو نکات مثبت اون شخص حالا اگه راجب کسی داره حرف میزنه سعی میکنم چیزای منفی رو نشم و میگم نه این شخص اینجا به خودم این نه رو میگم چون خیلی معجزه میکنه این مسئله نه خود شخصی هم که داره غور میزنه بیم روی نکات مثبتش ما چیز بشیم چون این باعث میشه نسبت به اون شخص ما اون برچسب رو نذاریم ازش در نریم بعضی موارد البته لازمه که روابط ما رو محدود کنیم یا اگه لازم شده اگه مخربه تا حدی که رو زندگی اثر میذاره شاید هم باید قطع کنیم این مسئله رو در حال اگه افرادی رو هم هستن که قرقرهای حرفه سعی کنیم در درجه... فقط خودمون با اون تنها نباشیم سعی کنیم در یه جمعی بیشتر از دو نفر باشه که وقتی گروهی میشه کمتر, کمتر این امکان پیش میاد مسائل دیگه پیش میاد و و یک واقعیتی رو بگم و با این میخوام به نتیجه ای برسیم اینه که حقیقت همیشه برای احساسات پیروزه غرغر یک حسه گفتیم عادت دیگه احساسات عادت میشن خب اعمال عادت میشن این پی... حقیقت بر احساسات پیروزه بایم همیشه نسبت جنبه های حقیقت قضیه رو متمرکز بشیم و اون لحظه احساساتی که پشت این قضیه هست و باعث شده غور بزنه بیایم روی اون متمرکز نشیم خودمون رو در واقع جدا کنیم ببریم کاملا درست حالوس خیلی ممنون ما سه چهار دقیقه داریم میتونی یه جنبندی کلی در مورد مسئله غور غور برای بیننده ها بگیم؟ بله گفتیم که خب گرگر کم گرگر سازنده مفیده خوبه یه ذره گرگر شفا بخشه و اگر شکایتی هست این رو انجام بدیم و به اصطلاح شفا حاصل بشه که نسبت به کسی دیگه تلق نشیم گرگر تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم نشیم گرگر روی چون گفتیم که این یه تخم کوچیک اول و اش... اشیای کوچیک در خودشون پتانسیل خیلی زیادی دارن خیلی میتونن گنده بشن مواظب باشیم جمع خودمون رو درست انتخاب بکنیم شنونده خودمون رو درست انتخاب بکنیم ولی بالاتر از همه اینها یک اصل مهمی است وقتی که وقت زیادی به خدا نمیدیم غرغر یه طلهایه که خیلی راحت توش میفتیم یک پادزهر این قضیه اینه که ما وقت بیشتر به خدا بدیم هرچه بیشتر وقت رو به دعا و به خدا بدیم و بیشتر در دعا بگذرونیم یک حقیقتی در کلام خدا هست داوود در مزمور 23 میگه که کاسه من لبریز شده کاسه در کجا لبریز میشه این کاسه این وجود ما از حضور خدا پر میشه, میشه. یکی زبان از زیادتی دل حرف میزنه حالا اگه این دل رو ما با چیزای خوب پر کنیم زبان سمید. ما چیزای خوب پر کنیم غرغر زمانی صورت میشه که ما اینجا رو با نارضایتی و با گله و شکایت همید. پر میکنیم هرچی این پرتر باشه این به زبان آورده میشه غرغر زبان در واقع پشت اون یک منبعی هستش اونجا یه نارضایتی هست اونجا رو آب رو چی میگن چشمه رو از از سرچشمه سر به اصطلاح ببندیم. ببندیم جلوی این قضیه رو بگیریم بیشتر وقت رو به دعا بگذرونیم و روی افکار خودمون رو خیلی متمرکز بشیم آگاه باشیم اینجا داره چی میگذره انگیزه ها رو بیایم پرستش رو جایگزین غرغر کنیم این خیلی کمک میکنه بله. خیلی کمک میکنه یعنی در هر شرایطی ما همیشه کمک خدا رو داریم درست. اینو بیشتر در مورد پرستش و اینکه میتونیم جایگزین کنیم این بیشتر برای کسیه که خودش قرغر میکنه دیگه نه یا گرگر کسی میکنه می و کسی هم که میشنوه می چون به حال این دو جانبه است دیگه درسته. کسی داره غور میزنه یه شنونده هست اونجا کسی تنهایی نمیره غور بزنه مگر اینکه در شرایطی باشه که دیگه اصلا نتونه با کسی حرف بزنه تو جای بسته میاد این, کارو این کارو میکنه کاروانجا. ولی بله این مخرب هست از هر دو جنبه درست. بیایم بیشتر وقت بدیم به خدا در مخصوصا اگه خودمون در خودمون این تشخیص دادیم که داریم غر میزنیم خب تبدیل شدیم به یه قرقروی حرفه چه جایی بهتر از حضور خدا بیایم اعتراف کنیم خداوند من و قرقروی حرفه شدم نیان زیادی وقتمو دادم به قرقر خودم هم نمیتونم آزاد بشم یه عادت بدی شده درم در من کمکم کن کمکم کن آیا فکر میکنید خدا جواب نمیده؟ حتما میده خداوند صد درصد یا م... کمکتون میکنه افرادی رو میاره سر راه زندگیتون که بتونن کمکتون بکنن یا اینکه میبینه از خود کلام خدا با شما صحبت دقیقا. میکنه و ما دقیقا در خیلی ممنون خیلی مفید بود, بود. خب دوستان عزیز ما میخوایم وقتی رو بذاریم برای دعا مثل همیشه میخوایم جلستمون رو با دعا تموم بکنیم پس بعد از یه استرات کوچک برمیگردیم و با دعاهایی که شما برای ما از ما درخواست کردین در حضورتون خواهیم بود و به حضور خدا خواهیم رفت پس با ما, ما بمونید خب دوستان عزیز ما خیلی مفتخریم که جلساتمون رو همیشه با دعا و رفتن به حضور خدا به پایان میبریم و ممنونیم ازتون که به ما اعتماد داشتین به عنوان کسانی که میتونیم کاهنانی به حضور خدا بریم با همدیگه میخوایم دعاهایی رو به حضور خدا ببریم دوست عزیزمون سعید از نیشابور دعا برای خوشبختی خودشون خواستن نرمین از ایران برای باز شدن بختشون خواستن دعا بشه سعید از اسفهان برای همه مردم راه نجات رو پیدا بکنن رضا نوبخت مشخص نیست از کجا برای نرم شدن قلبشون و توانایی برای محبت کردن به دخترشون خواستن دعا بشه مادری دل سخته از تهران دعا برای دخترشون خواستن بکنیم سیمای عزیز برای شفای سرطانش درخواست دعا داشته علی از تهران برای برکت مالی فیروزه عزیز برای شفای بیماری حمیده پرنیا و غلام حسین و فاطمه خواستن دعا بکنیم مرجان از ایران برای آرامش پسرشون علی خواستند دعا بکنیم ابراهیم برای دریافت فیض بیشتر از خداوند و منیجه عزیز برای بچه دار شدنشون خداین این دوستان عزیز رو که تک تک به اسم بردیم ای خداوند و تو اونها رو به اسم میشناسی و به تمام زیر و بمشون ای خداوند آگاه هستی به حضورت میاریم پدر عزیز تو رو شکر میکنم که ما میتونیم در هر موقعیتی در هر شرایطی روز شب حتی در جلسه ب... به اسم ماهواره که ما میتونیم در حضور میلیون ها نفر این خواسته ها رو به حضور تو بیاریم خدای تو رو شکر میکنم واسه این شرایطی که مهیا کردی خدای تک تک این دوستان رو یک بار دیگه اسمشون رو میبرم سعید نرمین سعید و نوبخت مادری در سیمای عزیز علی رزا فیروزه مرجان ابراهیم و منیژه رو ای خداوند با نیازهای مختلف با درخواستهای مختلف ای خداوند به حضورت میاریم خدا میخوام که مسئلت دل اونها رو بنا به حکمت خودت در زمان مناسب ای خداوند بهشون بدی قشنگترین دعایی که میشه کردین هستش که ای خداوند تو بهترین رو برای فرزندان در نظر گرفتی و میدونیم که برای تک تک اونها هم بهترین رو می‌خوای. ما به عنوان واسطه های ای خداوند به عنوان کسایی که از ما خواسته شده به حضور تو میاییم ای خداوند در حضور تو ب... پدر مهربون به, نی... به قدرت خون ایسای مسیح اونها رو به پای صلیب میریزیم در جایی که بخشش ما فراهم شده خدا میخوام که مسئلت دل اونها رو تک به تک و بنا نیازشون ای خداوند و بر اساس حکمت خودت ای خداوند جواب بدی ما میدونیم که در صلیب تو جواب دعا بلی و آمین هست و بر اساس حکمت در زمان مناسب خداوند من جواب اونها رو میدی پس در نام عیسی مسیح اونها رو به حضورت میاریم و از تو میخوایم که قدرت توی خداوند در زندگیشون جاری بشه و تک تک این نیازها رو در قدرت خون عیسی مسیح جواب بدی خداوند ما میدونیم که تو گوش شنوا داری و ای خداوند میدونیم که اونها رو در نام عیسی مسیح جواب بدی پس اینها رو در قوت نام عیسی مسیح به حضورت میاریم آمین ای خداوند آمین آمین خدا شکر. شکر. جمشید از ایران برای رفع مشکلات و برکت خدا تو زندگیشون حمید عزیز برای موفقیت دخترشون در درساش سعید دعا برای شفای شنواییشون مریم برای حل مشکلشون با شوهرشون پیمان از اصفهان آزادی حمزه از زندان محمد و سیامک رها شدن از اعتیاد و موندن در پاکی سمیرا حل مشکلاتشون مهران از رشت رهایی بر از سرگردانی شیرین رهایی از تنهایی ازدواج رفع مشکلات از زندگیشون ساناز برای فروش ملک پویا سیمین تقویت ایمانشون و جور شدن وام منزل همینطور موفقیت دخترشون در درساشون ای خداوند تو رو شکر میکنیم که میتونیم در هر شرایطی بیایم به حضور تو خداوند تو هیچ فرمول خاصی برای اومدن به حضور تو نداریم جز اینکه مستقیم بدویم به آغوش تو ای خداوند خداوند جمشید عزیز رو به حضور تو میاریم که مشکلات زیاد داره خداوند و این مشکلات برکت تو رو احتیاج داره بنابراین برکت تو را جاری میکنیم به نام عیسی مسیح در زندگی این عزیز برای همی دعا میکنیم خداوند و چقدر قشنگ یک پدر برای موفقیت دخترش در درسها این موضوع دعایش هست ای خداوند مسئلت دل این پدر رو به حضور تو بلند میکنیم ای خداوند و دعا میکنیم دخترشون رو در هر جنبه زندگی نه تنها در درسها این دختر رو موفق بگردانی که بتونه باعث افتخار پدر باشه برای سعید دعا می کنیم خداوند برای شفای شنواییش به نام عیسی مسیح هر گره ای در قسمت شنوایی در این عضو گوش و هر عضوی که مربوط به شنوایی هست در داخل مغزه خداوند به نام مسیح تو را میفرستیم در قسمت های مختلف شنواییش ای خداوند و دعا می کنیم که صدای تو را صدای تو را بشنوه به عنوان شفای خداوند صدای خود را به سعید بشنوان به نام عیسی مسیح برای مریم ای خداوند برای مشکلی که با شوهرشون دارن حقیقتا شفا رو میارن برای روابطشون ای خدای زنده در امور رابطه ای خداوند برای این زن و شوهر به نام مسیح شفا میطلبم برای پیمان ای خداوند که اینقدر میخواد دوستش حالا یا هر کسی این حمزه هر کسی است از زندان آزاد بشه آرزوی دل این عزیز رو آرزوی دل پیمان رو به نام مسیح میطلبم ای خداوند برای محمد و سیامک و واقعا چقدر این عالی هست که میخواد از اعتیاد آزاد بشن اینها دعا میکنیم به نام مسیح این رشته اعتیاد خداوند و اون کشیده اون چیزی که اینها رو میکشونه پاره بشه ای خداوند و همینطور برای سمیرای عزیز برای مشکلاتشون برای مهران که خدا و هدف خودش رو در زندگی پیدا کنه همینطور شیرین سانا سیمین خدای زنده مشکلات این سه تا عزیز رو به نام مسیح به پای صلیب تو میذارم و دعا میکنم که تو در رضامندی خودت این را انجام بدی به نام مسیح میکنم آمین, آمین. آمین. خیلی ممنون خالویز عزیز این برنامه خیلی خوبی بود و خیلی آموزنده خب شما میتونید تکرار این برنامه رو فردا بعد از ظهر ساعت 3 بعد از ظهر ساعت 15 به وقت ایران و تکرار دوم اون روز بعد یعنی روز جمعه ساعت 3 بامداد تکرار دوم اون رو ببینین اگر این برنامه رو از دست دادین که حتما ببینین چون موضوعی هستش که فکر میکنم همه ما به نوعی با اون برخورد داریم فردا قسمت دهم و قسمت آخر درک صحیح کتاب مقدس رو از طریق برادر عزیزمون آرمان رشدی خواهیم دید حتما توی این ها اگر میتونین باشیم با ما همراه باشین مرسی از همراهیتون امشب مرسی که با ما بودین و این برنامه رو دیدین خدافظ شما زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سفیدی و امیم. با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی بسی.